شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت چهل و شیشم فصل یازدهم اختلاط نجات ها قسمت اول ملت های هند و اروپایی خاور نزدیک در زمان بخت و نصر در برابر چشم دوربین و تیزبین همچون دوربین و تیزبین همچون اقیانوسی به نظر رسید که در آن دسته های آدمی مانند گردابی پیوسته با یکدیگر مخلوط و سپس از هم پراکنده می شدند اسیر می کردند یا به اسیری در می آمدند می خوردند یا خورده می شدند می یا به قتل می رسیدند و این گونه کارها پایانی نداشت در پشت هر سر و گرداگرد امپراتوری های بزرگ مصر و بابل و آشور و پارس مخلوطی از قبایل نیم, بیا نیم بیابانگرد و نیم پایبند زمین نشو می... پایبند زمین و نما می کرد که اسامی آنها چنین است خب چون خیلی بد خوندم یه توضیح کوچیک بدم خیلی ساده است ببینید میخواد بگه که هیچ نسل خالصی وجود نداشت و نداره از پس دیگه حمله میکردن حمله میکردن و بعد از مثلا حمله میکردن به یک طایفه دیگه از اونجا به اسارت میگرفتن بعد زناشون رو می آوردن به همسری و به کنیزی و ازشون بچه دار می شدن و اینا پخش می شدن توی جامعه خودشون و بعد دوباره فرض کنید از یه جای دیگه حمله میکردن به همین دسته که یک دست نبودن دوباره همین چند رگه ها رو بر می بردن می بردن تو خودشون و دوباره همینطور اینا همینطور از همدیگه اسیر می گرفتن و اصلا قاطی و قاطی و قاطی تر می شدن. حالا غیر از این یک سری بودن که خب مثل بابل مثل مصر مثل آشور که حالا باز هم میشد بهشون بگی متمدن میشد بگی مثلا شهر داشتن سازمان حکومتی داشتن چون تمدن یکی از لازمه هاش حکومت بود دیگه خوندیم و سیاست خب میگه که ولی یک سری دیگه بودن قبایل بیابانگرد بودن وسط اینا بودند. حالا گاهی اینا به اونا حمله میکردن گاهی اونا به اینا حمله میکردن حالا میخواد یه مقدار از این قبایل بیابانگرد صحبت کنه یه مقداریشون اومده اسامیشون گفته ولی خب حالا همه رو نمیخونم چون همه بخونم هم فایده مثلا کیمریان کیلیکیایان کاپادوکیاییان بیتینیایان حالا میخونم ولی میخوام بگم مهم نیست حالا یه سر اسم دیگه اشکانیان موسیان معونیان کاریاییا ها لوکیایی ها پانفولیایی لوکو... ایان فلسطینیان اموریان خب یه سریش آشناس واسمون آنیان، ادومیان امونیان معابیان و صدها قوم دیگر که هر یک خود را مرکز جغرافیا و تاریخ میپنداشت هر کدوم از این قوم ها چه اون مصر و بابل چه همینایی که میگه قبیله بودن هر کدوم فکر میکرد مثلا دنیا یعنی اینا بقیه نمیفهمن ما دنیا این بقیه ما همه دنیا گرد ما باید به چرخه یا میچرخه و از نادانی و جانبداری مورخانی که درباره او بیش از چند سطری در کتابهای خود نمی آوردن دوچار شگفتی می شود. وجود این قبایل بیانبانگر در تمام طول تاریخ برای کشورهایی که حالت تمرکز و استقرار بیشتری داشتند و این اقوام از هر طرف مرزهای آن کشور را در میان خود می گرفتن خطر بزرگی به شمار می رفت. خوشحالی و سختی هر چند یک بار مردم این قبایل را بران می داشت که بر سرزمین های ثروتمند همسایه حمله کنند تا خوشحالی می و تا به مشکل برخورد میکردن حمله میکردن به بقیه به همین جهت آن کشورها ناچار بودند که پیوسته یا در حال جنگ باشند یا خود را برای جنگ و دفع حمله آماده نگه دارند قالب اوقات قبایل بیابانگرد پس از آنکه دستگاه های سلطنتی برچیده میشد بر جای می ماندن و چه بسیار که خود جانشین آن میشدند تا هم حکومت مرکزی سقوط میکرد حمله میکردن تازه راحت میدن ساب نداره جهان ما پر از سرزمین هایی است که روزی تمدنی در آنجا وجود داشته و سپس بدویان به آن راه یافته و از نو زندگی بیابانگردی را در آن راه, راه انداختند در آن دریای خروشان نژادی دریای خروشان نژادی بوده پاره ای دولت های کوچک تشکیل شده که اگر به صورت حامل و ناقل تمدن هم بوده سهم خود را در میراث نژادی ادا کردند میگه حالا حتی اگر این قبائل از نظر تمدن هم دولتی نداشته ولی از نظر همین نژادی و تغییر نجادان سهم خود شد ادا کردن نگران نباشید مثلا میتانی ها تنها از آن جهت در تاریخ مورد توجه نیستند که دشمنان قدیمی مصر در خاور نزدیک بوده اند بلکه از آن جهت اهمیت دارند که از نخستین اقوام هند و اروپایی, شنا... شناخته شده در آسیا هستند یه نکته را بگم اینجا از هند خیلی میشتمیم ولی این هند اون هندوستان نیست هندوستان رو میگن ایندیا اینا رو میگن هندی بعد اینا مثلا اگر حالا در جریان باشید قبلا هم قصت های اول گفتم مثلا سرخپوست آمریکا رو هندی صدا میکرد یا فرض کنید یه سری از بومیای استرالیا رو هم هندی صدا میکنه حتی میخوام بگم تو شمال اروپا هم یه سری هندی میاد صدا میکنه حالا اینجا نوشته هند میخوام بدونید این یعنی کار به هندوستان نداره که خدایانی به نام میترا ایندرا وارونا را پرستش میکردند انتقال این خدایان به پارس و هند راه را برای ما هموار میسازد تا خط سیر تکامل و تطور نژادی را که به شایستگی تمام به نام نژاد آریایی نامیده میشود رسب کنه حالا این هندی که اینجا گفته شاید همون هندوستان باشه پارس ولی بدونید یه مدل هندی هست که اون هندی های هندوستان نیستند مثل مثلا سرخ پوستا حالا میمونن و تو شمال اروپا بودند هیتی ها این هیتی دوباره خیلی معروفن متمدنترین و نیرومندترین اقوام هند و اروپایی باستان بودند خب ببینید اینا از همون هندیان که هندی های هندوستان نیستند مال طرف اروپا بودند ظاهرا چنان به نظر می رسد که آن مردم از راه بسور و هلسپونت یا داردانل به دریای اژه یا از راه قفقاس به شبه جزیره کوهستانی واقع در جنوب دریای سیاه که اکنون نام آسیای صغیر دارد هجرت کرده و به عنوان طبقه ای جنگاور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین که کارشان کشاورزی بوده تسلط یافتند دیگه توی منطقه یک سری بومی کشاورز بوده اینا جنگجو بودن اومدن اونجا رو گرفتن و مسلط شدن و دیگه صاحب اونجا شدن در حوالی 1800 قبل از میلاد اثر این قوم را در یک در نزدیکی سرچشمه های دجله و فرات میابیم از همین جاست که قشون و نفوذ خود را بر سوریه گستردند و مدت ها مایه پریشانی خاطر امپراتوری مصر شدند همین هیتیا چنانکه پیش از این ذکر کردیم رامسس دوم ناچار شد که با هیتی ها پیمان صلحی ببندد که به برابری شاه هیتی ها با خود اعتراف کند از بس که اذیتش میکردن پاشد اومد باشون صلح کرد پایتخت دولت هیتی در محلی بود که اکنون بوغاز کوی نام دارد در آغاز و آغاز تمدن آنان در همین شهر بوده یکی از پایه های آن تمدن استخراج آهن از کوههای مجاور ارمنیه بود پایه دیگر آن وضع قوانینی بوده که قانون نامه همورابی بسیار در آنها موثر بوده پس قانون هم گذاشتن ولی قانونشون میگه بیشتر از همورابی نشأت گرفته و دیگر دریافت ساده از زیبایی و هنر که آنان را واداشته بود تا مجسمه های ناپخته و در در درشتی بتراشند یا نقاشی هایی بر روی سنگ های کوه از خود به یادگار بگذارند زبان مکالمه آن مردم که به تازگی هرونزنی از روی ده هزار لوح گلی اکتشاف شده به وسیله هوگو وینکلر در بوغاسکوی از اسرار آن پرده برداشته و خوانده شده است با زبانهای هند و اروپایی نزدیک فراوان دارد همون هیتیا اشتیاق و صرف آن با اشتقاق و صرف لاتینی و یونانی بسیار شبیه است بسیار بعضی از کلمات ساده آن به صورت محسوسی مشابه با کلمات انگلیسی است هیتیا خط صورتنگاری خاصی داشتند و آن را با اسلوب عجیبی و مخصوص به خیش می نوشتند به این معنا که یک سطر را از راست به چپ می نوشتن و سطر پس از آن را از چپ به راست و به همین ترتیب یعنی چی؟ یعنی از اینجا می نوشته می مده اینجا نمی رفته سر خط دور می زده دوباره مده از پایین ادامه می داده و جهت عکس دوباره خط تموم می شده دوباره نمی رفته سر خط دوباره می چرخیده می مده از همینجا به صورت خلاصه S یا مثلا Z می خونده می نوشته. از بابلیان خط میخی را گرفتن و خط نویسی بر لوح گلی را به مردم جزیره کرت آموختند چنان به نظر می رسد که با ابرانیان قدیم سخت در آمیخته و مخلوط شده بودند این اختلاط به اندازه ای بود که بینی منقاری خود را به ابرانیان دادند و باید این خصوصیت سیمای ابری را به راستی آریایی بدانیم بعضی از لوحهای هیتی که اکنون موجود است در واقع حکم لغتنامه هایی را دارد که در برابر کلمات هیتی معادل سومری و بابلی آنها نوشته شده لوهای دیگر شامل دستورهای اداری است و نشان می دهد که دولت دولت هیتی دولت پادشاهی نظامی و دارای مرکزیت کامل بوده است و دولت مرکزی بودند حالا میگم اینا خیلی کوچیکتر بودند از اونایی که خوندیم ولی باز بودن و موثر بودند در حدود دیویست لوح شکسته نیز موجود است که در واقع مجموعه قوانینی نیست که در میان آنها آینامه های مربوط به بهای کالای مورد نیاز عمومی نیست دیده می شود یه نکترم اضافه کنم بغیر از اینکه به اندازه ای اونا کارشون گسترده نبوده و وسعت نداشتن عمرشون هم به اندازه اونا مثلا اونا ببینیم مثلا مصر 6000 سال داشت قدمت داشت بابل 4000 سال داشت آشور نمیدونم اونا حداقل هزار سال, سال داشت اینا میخواد بگه که هم کوچیکتر بودن هم به اون قدمت نبودن و حالا ولی بودند و حداقل باعث دردسر اونام اگر شده باشه بودن با باعث اتقام نژادی هم که شده باشه بودند که نژاد خالصی وجود نداشته باشه حالا بعدا میخونیم که تو همین فصله ولی یه چند شب دیگه که خالصترین نژاد نژاد یهودیاست حالا میخونیم میرسیم بهش طبق نوشته این آقای نویسنده کتاب اسمش رو یادم رفت ویلدورانت به همان صورت اسرارآمیزی که وارد تاریخ شدهاند از صحنه تاریخ برافتادند شهرهای ایشان یکی پس از دیگری رو به انحطاط و خاموشی رفت شاید علت آن بود که اسرار استخراج آهن را که مایه نیرومندی آن قوم شده بود رقیبان آن قوم نیز دریافتند و این خود مایه ضعف و انقراض آنها شد میگه اصلا معلوم نشد این از کجا آمدن یه حدسایی زد که اینا ترکیبی از حالا اروپاییا ها هندی ها، یعنی حالا اون شمال اروپا بودند از نظر خط و اینا ولی میگه به با همون واسه که معلوم نشد کجا آمدند معلوم میشه تو شد که از می رفتند آخرین پای تخت هیتی یعنی اه... کرکمیش در سال 719 قبل از میلاد به تصرف دولت آشور بله دیگه آشور هم وحشی اون هم ضعیف بزرگ نبودن که ریخته گرفته آتیش زده خورده برده تموم شد کلمه آریایی نخستین بار در میان قبیله هری که یکی از قبایل میتانی بوده آشکار و استعمال شده این واسه ما خیلی ارزش داره به طور کلی این نامی بوده است که اقوام ساکن سواحل دریای خزر یا اقوامی که از آنجا برخواسته بودند به خود میدادند ولی امروز این نام به, صور خ... به, طور... به صورت خاصی به اقوام میتانی و حتی مادی و پارسی و هندیان ودایی یعنی شاخه خاوری ملت های هند و اروپایی همونی که من عرض کردم این هندوستان شاخه خاوری هندی هاست. اون هندی که من میگم اون هندو اروپاست از سمت اروپا که میگم آمریکام هست اینا هندی می نویسدشون اونا رو ایندیان میگن اطلاق می شود که شاخه باختری آن در اروپا سکونت گزیده اند پس ما یه سری هندی به قول کتاب داریم اروپایی یه سری هم داریم باختری که همون هندوستان خودمون احتمالاً حالا میریم جلو همینا روشن میشه ولی فقط من اشاره کردم که بدون هی هند هند میکنه اصلا کاری به شرق نداره این همون اروپا اینا در خاور رودخانه هالیس نزدیک آن و در طرف دیگر رودخانه شهر آنکارا پایتخت ترکیه جدید و فرزند شهر قدیمی آنکور است که پایتخت باستانی فریگیسا بوده است برای توجه بیشتر به مفهوم مدنیت باید این نکته را در نظر بگیریم که ترکان که ما آنان را وحشتناک میخوانیم اینو صد سال پیش تو آمریکا نوشته صد سال پیش ترکا واسه شون وحشتناک میخوندنشون حداقل با کمال سربلندی از کهنگی پای تخت خود یاد میکنند و از آن افسوس میخورند که چرا اروپا در تحت تسلط وحشیان کافر درآمده است چنین است که ساکنان هر نقطه جغرافیایی آن نقطه را مرکز زمین تصور میکنند به هر کی بگی میگه اول من بودم من قدیمی ترم من با فرهنگم مهم نیست مهم نیست که الان بیشتر تمدن داره حالا سر اون دعوا نمیکنیم هر کی هر چی داشته الان نشون بده الان باید ببینیم کی متمدن تره و حالا از تمدنای دیگه درس بگیریم تجربه کسب کنیم هر که میخواد باشه اصلا مهم نیست کی زودتر بوده کی دیرتر مهم نیست که کی الان جلوتره و تونسته درس بگیره از کل دنیا بارون فون اوپنهایم در تل و جاهای دیگر بازمانده های فراوانی از هنر هیتی به دست آورده و همه آنها را در موزه شخصی موزه شخصی محجور خیش در برلین گرد کرده است. وی تاریخ بیشتر آنها را حوالی 1200 قبل از میلاد و تاریخ بعضی از آنها را هزاره چهارم قبل از میلاد میداند در آن مجموعه شیرهایی است که ساده ولی نیرومند در سنگ تراشیده شده و گاو نری که با سنگ سیاه حجاری شده نی صورتهایی از سالوس خدایان هیتی یعنی خدای خورشید و خدای آب و هوا و هپات که اشتر اشتر هیتی است هپاتو اسمشو اشتر هیتیا گذاشته در مجموعه اوپنهایم دیده می شود یکی از جالبترین اشیاء آموزه مجسمه هول زشتی است که در برابر وی ظرفی سنگین سنگی برای قبول قربانی ها نهاده شد درست در شمال آشور تازه ببینید بابل بوده شمال آشور آشور شمال بابل بوده و تازه یه جور مثلا میگفت گفت پرت بوده به غیر از این اگه یادمون باشه آشور مثلا یه نینوا داشت که این نینواه باز نزدیک بود به بابل خودش رفت شمالتر که یه جای پرت و پلا باشه دیگه از حمله در باشه و حمله بهش نکنن حالا این دیگه شمال آشور بوده یعنی ببینید چقدر بالا میشه قومی به سر میبرد که نسبت به اقوام دیگر استقرار بیشتری داشت این قوم را آشوریان اورارتو می و ابرانیان آرارات همین مردمان که بعدها به نام ارمنی خوانده شدند خب ببینید اینا دیگه وقتی میش... از این به بعد کتاب یواش یواش واسه داره آشنا میشه چون داریم نزدیک میشیم و بعد هرچی بریم جلوتر جذابتر میشه چون محسوس تره واسه ارمنیان قرنهای متعددی پیش از آن که تاریخ مدون پیدا شود قبل از اینکه تاریخ نوشته بشه حکومت مستقل و آداب و عادات و هنرهای مخصوص به خیش داشتند این شک زندگی در میان ایشان تا آن زمان که امپراتوری پارس بر همه آسیای باختری استیلا پیدا کرد ادامه داشت در زمان بزرگترین شاه خود آرگیتیس دوم که در حدود 708 قبل از میلاد میزیست با استخراج آهن و ساختن و افروختن آن به مردم و فروختن آن به مردم آسیا و یونان ثروت فراوان به دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگی و درجه به درجه بلندی رسیدند و بناهای عظیم سنگی ساختند و گلدانها و مجسمه های کوچک عالی از خود به یادگار گذاشتند ولی ثروت خود را در جنگ های هجومی پرخرج و جنگ های دفاعی برای رد حملات آشوریان از دست دادند در زمان جهانگیری کوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند حالا ببینید داره دونه دونه این تمدنایی رو میگه که وجود داشتند ولی حالا به اون عظمت و گستردگی نبودن ولی وجود داشتند ولی تاثیرگذار بودند و هنوز هم میتونید ببینید بعضیاشونو بالاتر از سرزمین ارمنیان و در کنار دریای سیاه سکاها بیابانگردی میکردند آنها مردم وحشی و درشت اندام مثلا ببینید ارمنیا رو نگفت وحشی بودن اهل صنعت بودن و بیشتر جنگاش هم میگو بند خدا داشتن در مقابل آشورا دفاع میکردن دلیل اینا رو داره میگه وحشی و درشت اندام قبایل جنگی نیمه مغول و نیمه اروپایی بسیار نیرومند بودن خب پس مغول‌ها هم روزا وحشی بودن حتی الان دیگه احتمالا نیستن دیگه ولی خب مغولا دوره چنگیز خوان دیگه کس نمیتونه بگه وحشی نبودن دیگه بودن عین اینکه آلمانیا از دوره هیتلر شرمندن و ما بدونید ایران از دوره فعلی در آینده شرمنده خواهد بود ولی از دوره های گذشته من فکر نکنم شرمندگی به اون صورت داشته باشیم حالا میخوام بگم حالا مغولیا ها دوره های زیادی داشتن احتمالا که وحشی بودند که در عرابه به سر می بردن و زنان خود را سخت در پرده نگاه می داشتند و بیزین بر اسبان سرکش سوار می شدند جنگ می کردن تا زنده بمانند و زندگی را برای آن می که بجنگند برای زندگی می‌کردند که بجنگند خون دشمنان خود را می و پوست سر آنان را دستمال خود می این مردم با حملات پیوسته خود مایه ضعف آشور بودند دیگه ببین مغولکی بوده که آشور را به تنگ آورده بوده و در حدود سالهای 630 تا 610 قبل از میلاد به باختر آسیا حجوم آوردند و هر که را در سر راه خود میافتن میکشتند و همه جا را خراب میکردند به این ترتیب تا دلتای نیل پیش رفتند پس چنگیزخان بار اولش نبوده آنگاه بیماری غریبی در میان ایشان افتاد و گروه بیشماری از آن را بکشت و در آخر کار مغلوب ماتا شدند با کلام ماتا و ناچار به سرزمین اصلی خود در شمال بازگشتند این تاریخ مختصر نمونه دیگری از زندگی اقوام وحشی را که در حاشیه دولت‌های شرقی بزرگ قدیم میزیسته و مایه ناراحتی آن دولت‌ها بودهاند در برابر ما مجسم می‌سازد بغرات روایت می کند که زنان این قوم تا دوشیزه هستند بر اسب سوار می شوند و در ضمن سواری زوبین می اندازند و با دشمنان جنگ می کند و تا سه دشمن را از پای در نیاورند اجازه نمی دهند که بکارت آنها برداشته شود پس چی؟ دختره تا سه نفر را نمی شوهر نمی کرد زنی که شوهر اختیار می کند دیگر به جنگ نمی رود مگر آنکه برای شرکت در یک حمله عمومی به این کار مجبور باشد این زنان پستان راست ندارند چه مادرانشان در اوایل شیرخارگی با افزار مفرقی که از شدت حرارت سرخ شده جای پستان راست را داغ می کنند؟ به این ترتیب پستان رست از رشد باز میماند و تمام نیرومندی و رشد آن به شانه و بازوی راست انتقال مییابد برای اینکه میخواستن دستان حتما قوی داشته باشند و جنگجو باشند ببینید چه ظلمی میکردند بچه رو در اواخر قرن نهم قبل از میلاد قدرت جدیدی در آسیای صغیر روی کار آمد که میراث بقایای تمدن هیتی به آن رسید دیگه اینا چی بودن رفتن هیتیا رو گرفتن و عنوان پل فرهنگی میان لیدی و یونان را پیدا کرد افسانهایی که به وسیله آن فریگیاییان میکوشیدند اساس پیدایش دولت و حکومت خود را برای مورخان کنجکاو توضیح دهند داستانی است که به صورت نمادی طلوع و غروب ملتها را نشان میدهد نخستین شاه این قوم گوردیوس کشاورز ساده ای بود که از میراس پدر جز جفتی گاونر چیزی نداشت پسر وی میداس که دومین شاه بود پس ببینید شاه اول بنده خدا چیزی به اون صورت نداشت حالا پسر دوم بسیار ولخرجی میکرد و با حرس و اصراف خود اسباب ضعف فراهم آورد از روی افسانه که بر جای مانده و بنابر آن از خدایا خواسته بود تا دست به هر چیزی میزند به طلا بدل گردد از خدا خواسته آقا به هر چی دست دادم طلا بشه این حرس به خوبی آشکار می شود خدایان حالا میگه از میگه این افسانه است ولی از همون افسانه که داره میگه این گفته خدا من به هر چی دست میزنم طلا بشه نشون میده که این آدم آزمندی بوده بسیار حریص بوده که میخواسته دست برچی بزنه طلا نه حال کار کردن نداشته فقط هم پول زیاد داشته باشه این بعضی که دوست دارن یکی کلیک کنن تیریلیار درشن اینا قبلا هم بودن فکر نکنیم مال الان اینا مال چند هزار سال پیشن نسلشون تا اینجا اومده آدمایی که حال و حوصله کار کردن ندارن این حرس به خوبی آشکار می شود خدایان مسئول, م... مسئول او را اجابت کردند و هر چیز با تن او لمس پیدا می کرد حتی لقمه ای که به لب او می رسید تلا می شد دیگه گفتن باش آقا میخوای هر چی بهت میخوره تلاش چش یه بینگی کردن حالا این افسانه است البته این دست میزد یه چیزی طلا میشد یه چیزی میخواست بذاره دهنش میخورد به لبش طلا میشد نمیتونه چیزی بخوره نزدیک بود از گرسنگی بمیرد میخوام بگم یعنی میخواد فکر کنید میخواد آرزو کنید آدمای تنبل یه ذره فکرم بکنید بعد آرزو کنید ولی خدایان بر وی رحمت آوردند و فرمان دادند که با شستشو در نهر پاتولوس از این مصیبت خلاص شود از همان زمان است که از این نهر دانه های طلا به دست می آید خب یه زمانی تو خیلی از نهرها و طلا بود دیگه چند سال پیش الان دیگه دیگه تخمش و ملخ خورد حالا اینم به این افسانه نسبت دادن که طرف مثلا خدایان یه کاری کردن دستش خورده به هر چیزی طلا شد حاطف غیبی از جانب زئوس به مردم فریگیا فرمان داده بود که نخستین مردی را که این حاطف غیبی چیزی مثلا مثل چیز میمونه مثل به پیغمبر وحی میمونه که مثلا وحی شده به... مثلا از طرف ما... از اون بالا بهش رسیده حاطف غیبی از جانب زئوس به مردم فریگیا فرمان داده بود که نخستین مردی را که سوار بر عرب خود به معبد درایت به شاهی برگزیند اینا معتقد بودن اولین مردی که با عرب اومد تو معبد این دیگه پادشاه باشه به این ترتیب بود که گردیوس را به شاهی برداشتن طرف با عرابه اومده تو گفتن خب پس تو شاهی دیگه حاطف غیبی گفته و شاه جدید عرابه خود را به خدای معبد تقدیم کرد حاطف دیگری گفته بود که هر کس گره کور بندی را که مال بند عرابه را به آن بسته بود به گشایت فرمان روای تمام آسیا خواهد شد بنابر همان داستان اسکندر با یک ضربه شمشیر خود گره گردیوس را برید خلاصی گره کوره رو گفت اگه کسی بتونه باز کنه اون فرمان روای همه آسیا میشه هم اسکندر اومد با شمشیر زد اون رو برید همه جا گرفت اینا همه افسانه است و نه حالا اسکندر چون اونجا رو برید یا چون کنده اسکندر اونجا رو میبرید چه نمیبرید اتفاقات میافتند این که اعتقاداتی که مردم تو هر دوره‌ای دارند فریگیایان از اروپا به آسیا راه یافتند و در محل در محل آن و در محل آنکارا برای خود پایتختی ساختند و تا مدتی برای تسلط بر خاور نزدیک با آشور و مصر رقابت کردند الهی ای به نام ما را اسم الهه ما بود که در سرزمین تازه یافته بودند به خدایی برگزیدند دیگه رفتن آسیا رسیدن مثلا آنکارا اونجا یه خدا بوده اسمش ما بوده گفتن خب باشه قبول آقا این خدای ما هم هست آدمای خوبی بودن حالا بعضیا میرفتن خدا یارو میزدن لط و این اومده نه خداش هم قبول کرد و به آن از روی نام کوهی کیبلا که در آن میزیست نام جدید کوبله دادند و آن را به عنوان روح بزرگ زمین کشت نشده و نماینده تمام نیروهای مولد طبیعت میپرستیدند از مردم بومی محلی که در آن فرود آمده بودند عادت خدمتگذاری به الهه از طریق فحشای مقدس را پذیرفتند و بر اساطیر دینی خود این افسانه را نیز افسودند که کوبله به خدای جوانی به نام آتیس عاشق شده خلاصه کوبله عاشق خدای جوانی شده که اسمش آتیس بوده و او را ناچار ساخته که برای تعظیم و تکریم وی خود را از مردی بیاندازد و اخته کند به همین جهت است که کاهنان معبد مادر بزرگ از زمانی که به خدمت وی در خود را اخته می کند خلاص یه داستان ساختن بابت اون داستان دیگه کاهنه میخواد بره تو معبد بود خودشو عخته کنه این افسانه های حاکی از توحش به اندازه نیروی تخیل یونانیان را مجذوب ساخته بود که آنها را وارد اساطیر و ادبیات خود کردن حالا تازه میگه بعد از اینا یونانی ها اومدن انقدر اینا رو پسندیدن که اینا رو بردن و با خودشون استفاده کردن ما هم, هم ما هم کم نداریم از یونانیا ما ایرانی ها رومیان کوبله را رسما در دین خود پذیرفتند و بعضی از رسوم و شعایر شرابخوری فراوان و هرزگی که در جشنهای کارناوال رومی وجود داشت از همان آدم مردم فریگیا اخذ بود از فریگیا رفت یونان از یونان هم رفت روم که به آن وسیله هر سال مرگ و رستاخیز آتیس آتیس زیبا را جشن می گرفتن. با طلوع دولت جدید لیدیا تسلد فریگیان بر آسیای صغیر تمام شد مؤسس دولت لیدیا گیسس بود که شهر ساردیس را پای تخت سلطنت خود قرار داد آلیاتس در مدت پادشاهی دراز کش... دراز 49 ساله خود 49 سال پادشاهی کرده بر ترقی و عظمت کشور لیدیا افزود کروزوس 570 تا 547 قبل از میلاد حالا چه اینا چرا من از اینجا میخونم چون اینا قبل از میلادن یعنی از بد بگیم 570 تا 546 قبل از میلاد چون از اون بر میاد دیگه جانشین وی شد و لیدیا را آن اندازه وسعت داد که تقریبا تمام آسیای صغیر را شامل میشد در پایان کار آن را به پارسیان تسلیم کرد با رشوه هایی که به سیاست مداران محلی می پرداخت توانست دولت های کوچکی را که در اطراف لیدیا وجود داشت یکی پس از دیگری مسخر کند اون روز رشوه دادن مد بوده و با قربانی های فراوان و بینزیری که به خدایان هر محل تقدیم می کرد از خشم مردم سرزمین های گوشوده شده جلوگیری می گرفت خلاصه هر جا میرفته خدای اونا هم قبول میکرده بهشون قربانی هم میداده تازه بعدم دوستش داشتن کلی شدن باش کار نداشته و اونا را قانع میکرد که خدایان محلی او را دوست بدارن و تایید کنن به اونا هم گفته حالا تو شما هم بیاد خدای من را قبول کنید منم خدای شما را قبول دارم هر بهشون هم خواستید هدایایی میدم یکی از امتیازات کروزوس بر دیگر شاهان زمان وی آن بود که سیموزر را به شکلی زیبا سکه زد و ارزش اسمی آن را تضمین کرد خب داره پول درست میشه چون قبلا از سیموزر استفاده میشد ولی دولت ضربش نمیکرد گفتیم و بعد تو آشور خوندیم که آشور هم یکی از پادشاهاش مثل این کار کرد ولی مثلا جاهای دیگه وقتی میخوندیم خود تجار با هم این قرار داداره میذاشتن وزن میکردن سکه وجود نداشت حالا اون تو زمان آشور حالا یه چیزی درست کرد دقیق و شیک و تر و تمیز مثل مثلا مثل سکه های الان نبود ولی این مثل اینکه نوشته به شکلی زیبا سکه زد این مثل اینکه دیگه خیلی قشنگش کرده قابل استفاده و سکه و مثل یه چیز حدود همین الان سکه های کروزوس چنان که مدت درازی مورخان عقیده داشتن نخستین سکه های تاریخی نیست و نباید وی را مخترع پول مسکوب دانست بله چون ما خوندیم توی آشور که از اونجا شروع شد ولی کار وی نمونه ای شد که از آن تقلید کردند و در نتیجه دامنه بازرگانی در جهان حومه مدیترانه وسعت یافت از قرنها پیش مردم برای سنجیدن ارزش کالاهایی که با یکدیگر مبادله می کردن فلزات مختلف را واسطه قرار میدادند ولی آن فلزات را خواه از مس و آهن و مفرق بود خواه از طلا نقره در هر معامله از راه وزن کردن یا از راه های دیگر می سنجیدن که من عرض کردم و ارزش آنها را معین میکردند به همین جهت هنگامی که به جای آن وسایل مبادله مبادله جاگیر و اسباب ناراحتی مسکوک رسمی دولتی به جریان انداختند مسکوک دولتی بوده این دیگه همین عمل کوچک اثر بزرگی در بازرگانی پیدا کرد این وسیله تازه سبب شد که رسیدن کالا از دست کسانی که می توانستند آن را تهیه کنند به دست کسانی که نیازمند آن بودند آسانتر و سریعتر صورت گیرد و به این ترتیب ثروت عمومی جهان زیادتر شود راه پیدا شدن تمدن های بازرگانی مانند تمدن یونانی ها و یونانیان یونی ها ببخش. یونی ها و یونانیان هموار شد و پس از آن ثروتی که از راه بازرگانی فراهم آمده بود سرمایه لازم را برای پیشرفت هنر و ادبیات در اختیار مردم گذاشت اینم گفتیم هر وقت میخواد هنر ادبیات بیاد اول با دل چیکمت سیر باشه امنیت داشته باشی یکی نیاد بخوردت بدونید انبارات پره پول داری نگران نیستی حالا ذهن کار میکنه حالا هنر ادبیات میاد وسط از ادبیات لیدیایی هیچ چیز بر جای نمانده و از آن همه ظرافت ظرف ها و گلدان های خوش ساخت و زیبای زرین و سیمین و آهنین که کروزوس به خدایان به خدایان مسخر شده تقدیم کرده بود یک نمونه هم به دست ما نیفتاده است گلدان هایی که از گورهای آن زمان بیرون آورده شده و اکنون در موزه لوب نگهداری می شود نشان می دهد که هنر بابلی و مصری که مدت درازی جنبه پیشوایی داشته در زمان پادشاهی کروزوس رفته رفته تحت تاثیر روزافسونه هنر یونانی قرار گرفته بوده است یه نکته را اشاره کنم ببینید بیشتر این ظروف گلی و مونده ولی شاید میخوام بگم شاید چرا طلا مونده باشه ظروف طلایی چرا نقره مفرقی مسی احتمالا فلز بوده و این ها رو میتونستان استفاده کنن زوب میکردن استفاده میکردن نمیفهمیدن اینا رو باید نگه دارن تا دا بتونن گذشته ازش ببینن همطور که الان هم خیلی از مردم یا حتی خیلی از دولت ها نمیفهمن و ازش استفاده مادی میکنن نه استفاده تاریخی ولی خب اون کوزه اهل فنش میخردش ولی طلا رو هر کسی میخره مثل هر کسی میخره پس بوده طلا که از بین نمیره چطور اون خاکه مونده و چطور... طلای نمونده اصلا امکان نداره بوده دوزیدن خوردن بردن زوب کردن در این گلدان ها زرافت ساختن و پرداختن با وفاداری به طبیعت و حکایت صادقانه از آن رقابت میکنند در آن زمان که هرودوت از لیدیا دیدن میکرد آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان میدید که اختلافی با آدات مردم سرزمین خود ویونان ندارد تنها چیزی که به نظر وی مایه اختلاف رسیدن آن بوده است دختران طبقه متوسط و پایین از راه روسبیگری جهیزی خود را فراهم می فقط میگه این تغییر کرده وگرنه بقیش نسبتا همون بود قسمت عمده داستان غمانگیز سقوط کروزوس نیست به وسیله همین مرد پرگو به ما رسیده است هرودوت نقل می کند که کروزوس ثروت خود را به سلون نشان داد و آنگاه از وی پرسید که به نظر او خوشبختترین مرد خوشبخت مردم کیست این داستان خیلی قشنگه آخرش هم هست دیگه این داستان رو بخونیم میریم شب بخیر میگیم بقیش میشه فردا خلاص این داستان خیلی قشنگه خلاصه کروزوس کلی پادشاه بوده پول داشته اموال داشته خلاصه یکی صدا میکنه و این داستان هرودوت داره میگه به نام اسمش چی بود حالا سولون بوده اگه اشتباه نکنم قمنگیز توسط مرد پرگوم مارستاس به سلون دقیقا به سلون کروزوس میاد سهوت نشون میده میگه به نظرت خوشبخترین مردم کیه و منتظر بوده بگه تو دیگه پادشاهی این هم هم ثروت داری سلون نام سه نفر را که هر سه مرده بودند بر زبان آورد و به عذر آنکه نمیداند فردا چه بلایی به سر کروزوس خواهد آمد از اینکه وی را در ردیف خوشبختان قرار داد خودداری کرد گفت خوشبختن آدم که اسم سه نفر آورد که مرده بودن گفت اینا که مردن خوشبختن اسم خود اسم پادشاه ها و پادشاه برخورد ای اسم منو نمیان اسم صدا مرده رو میاره گفت من واسه چی اسم تو رو بیارم من نمیدونم فردای تو چی میشه الان پادشاهی همه پول داری فردات مشخص نیست اینا آویزه گوشمون کنیم داستان ادامه میدیم کروزو سولون... سولون را همچون مرد ابلهی از پیش خود راند پس از آن بر ضد کشور پارس به کنکاش پرداخت و چیزی نگذشت که قشون کوروش را پشت دروازه شهر خیش هیچ فرداش پشت دروازه شهرش اومد همان مورخ میگوید که علت شکست کروزوس آن بود که از تن شتورهای سواران پارسی بوی برمیخواست که اسبان لیدیایی ها به آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانهای جنگ بیرون میبردند. یعنی ایرانی ها یا پارسی ها در اصل با شطور حمله کردن اینام اصل داشتن اصلا شطور رو میدید وحشت میکرد رم میکرد فرار میکرد وای نمیزاد به جنگه و به این ترتیب بود که شهر ساردیس به تصرف پارسی ها در آمد مطابق روایت قدیمی کروزوس فرمان داد تا تلی از هیزان فراهم سازند. این دیگه میگه مطابق روایت قدیمی کروزوس همونی که طرفو صدا کرده بود سولونو گفت تو کی از همه تر گفت اون سه تا که مردن چون عاقبت تو معلوم نیست اینم بهش برخورد و گفت تو عجب آدم ابلهیه خلاصه دستور داد که تری از هیزوم درست کردن و خود وی زنان و دخترانش و شریفترین جوانان زنده مانده از میان شهروندان بر آن قرار گرفتند او به خسیها یعنی خاجگان هرمسرا فرمان داد تا هیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با هم بسوزانند بفرما راست گفت سلون گفت اونا که مردن راحت ترن حداقل نمیخوان خودش رو تو آتیش با زن و بچهشون در آخرین لحظات زندگی به یاد سخن سلون افتاد و بر نادانی و کوردلی خیش افسوس خورد و خدایان را ملامت کرد که آن همه قربانی های او را گرفته و بدبختی و فنا را در پاداش نصیب او کرده بودند اگر گفته هرودوت را باور کنیم کوروش را بر وی رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش کنند حالا هرودوت میگه که بعد از اینکه آتیش رو روشن کرد که خودش و خانوادش رو بسوزونه هرودوت گفته که کوروش بزرگ رحمش اومد گفت آتیش خاموش کنید و کروزوس را با خود به ایران برد و او را از رایزنان نزدیک و مورد اعتماد خیش ساخت فردا شب اقوام سامی شب همتون